قرار هست در مورد یکی از روش های پمپاژ آب صحبت بکنیم و یکی از روش های خیلی جذاب و فکر ما مثلا شما نگاه بکنید مثلا خودش به عنوان ایده مهندسی است و این یه نمونه میشه برای شما که خودتون بتونید شاید به روش دیگری یک چنین پمپی اصلا طراحی کنید یا اصلا تو هر شاخه ای از علم یاد بگیرید چطوری میشه ایده داد و یک چنین نکات کاربردی رو در حقیقت ایجاد کرد و پتنت ثبت کرد و اگه دنبال کارآفرینی هستید خب الان بسیاری هستن در مناطق دور, دور افتاده ای که خب برق وجود نداره و ما میخوایم یه پروستایی هست رودخونه سه متر پایینتره و این توی ارتفاع و به واسطه یه وسیله خیلی ساده ای که اینجا با هم دیگه نگاه میکنیم بتونیم آب و بفرستیم بالا اگه به سایر نکات بازار یابی و اینها هم مسلط باشید به راحتی میتونید با این کلی پول در بیارید و چون بخاطر اینکه مشکل واقعا نیاز هست برق نداریم اونجا و میخوایم آب و پمپاش کنیم بالا کانسپت قضیه برمیگرده به ضربه قوچ خب من در مورد ضربه یک ویدیو ضبط کردم و اصول عملکردش رو تو یک ساعت و نیم توضیح دادم منشأش رو گفتم و روش های پیشگیریش رو گفتم اتفاقا من همیشه اینو گفتم پدیده ها هیچ وقت به شکل مطلق مخرب نیستن ما ضرب قوچ رو به عنوان یک پدیده مخرب میشناسیم ولی اتفاقا اینجا در این پمپی که ملاحظه میکنید اگه از همین ایده ضرب قوچ استفاده شده و داریم آب و پمپاژ میکنیم و به عنوان یک ابزار اصلا داریم ازش استفاده میکنیم از این پدیده ای که تا همیشه ازش بد میگفتیم و میگفتیم مخربه که تا آبا بتونیم پمپ داستان من برمی... پس من حالا فرایند ضرب قوچ رو واگذار کردم به اون ویدیو ولی اگه اونو نبینید مشکلی در این ویدیو ایجاد نخواهد شد یک قسمتش رو من بلک باکس رها خواهم کرد چون خیلی پیچیده و طولانی است و چاره ای نداریم جز اینکه واگذار کنیم به اون قسمت ولی اسمش رو اگه دقت کنید بهش میگیم رم پمپ یا هایدرام هاید یعنی هیدرولیک. رم هم که ضربه قوچ هست دیگه و واتر همر اسم دیگهش همین دقیقه به ضرب شناخته میشه رم یعنی قوچ و زر انگاری که حالا میگفتیم توی کیس های قبلی که وقتی یک جریان به شکل آنی مسیرش مسدود بشود من در حد چند دقیقه فقط مرور کنم در اون صورت انرژی جنبشی سیالی که در حرکت بوده و به ناگاه متوقف شده تبدیل به انرژی فشاری میشه امواج الاستیک در داخل امواج فشاری در داخل خود سیال و امواج الاستیک در داخل دیواره های لوله منتشر میشن لوله منبسط میشه منقبض میشه خیلی داستانش طولانی است و این امواج فشاری میخورن منعکس میشن و برمیگردن اگه به سطح آزاد بخورن از نوع مکشی برمیگردن اجازه بدید رد بشیم از روی اینها ولی اصولا پدیده ارزم پمپ رم یا را هیدرولیک رم یا هایدرام یک چنین ساختاری داره همونجوری که می‌بینید سال 1772 تا 1796 تقریبا اون هولوهوش خیلی قدیمی سال من این سالها رو میگم شما بدونید که چقدر علم مکانیک قدیمی است و به همون اندازه که قدیمی است ناشناخته است یعنی سازی یک چنین کانسپتای واقعا دشواره سال 2020 من دارم عرض می‌کنم و پدیده ضربه قوچ اصلا ممان یکی از مصادیق تراکم پذیری در مایات هست و در مورد تراکم پذیری هم من ویدیو ضبط کردم که اصلا ما ضریب دوم ویسکولیتر الان یک ابهام واسه ما که در جانهای تراکم پذیر وارد میشه و بماند که حالا دیگه مایع هست و الاخ مهمترین مزیتی که این پمپ داره اینه که برای مناطق دوردست میتونید ازش استفاده کنید بدون اینکه نیازمند به هیچ منبع برق خارجی باشید اکسترنال پاور source با نیاز داشته باشید مثلا موتور الکتریکی باشه به برق وصل بشه پریزی باشه مهمترین مزیتش این هست که کافی یک فقط جریان آبی با یک انرژی جنبشی داشته باشید شما خب هر چقدر دبی بیشتر و انرژی جنبشی بیشتر بهتر ولی خود این آب از یه رودخونه مثلا میاد که فرض کنین از یک ارتفاع حالا چند متری آب جریان پیدا کرده اومده و این آبی که داره با سرعت حرکت میکنه در اختیار شماست شما میخواهید اینو منتقلش کنید به یک ارتفاع بالاتری به این نقطه دوردستری که یه جایی رو آبیاری کنید یا یک افرادی استفاده بکنید مزیت بعدش اینه که خزینه نگهداری خیلی پایینی داره چون اجزاء متحرک کمی داره شاید فقط دو تا پن. حتی میشه گفت نداره ولی حالا من اگه بخوام خیلی سخت گیرانه به شما بگم یه دونه شیر یه طرفه داره بالاخره جزء متحرکه دیگه ممکنه بگیره یه آشخالی بره گیر کنه بر یه بدیش اینه که فقط تو کاربردهای طبیعی استفاده میشه و آشغال اینا زیاد است و یکی هم این جزه که این دوتا تا اگه خراب بشن به جز این دیگه واقعا چیزی نداره یه لوله ایه و داره میاد توش حالت خواهم گفت که به هر حال بالاخره امواجی که تولید میشه ممکنه باعث بشه که دیواره صدمه ببینه تمرکز تنش تو دیواره ایجاد بشه همینا رو بذارید کنار چون اجزاء متحرک کمی داره در نتیجه به لحاظ خیلی هزینه نگهداری پایین کلا چیز کم هزینه ایه یعنی شما کافی لوله پی بی سی داشته باشید اینجوری چهار تا به هم وصل بکنید این هستش تو اینترنت اگه بخواید میتونید برید سرچ بکنید هستن کسایی که رفتن اینو درست میکنن اگه میخواید تکنسی هم بشید یا میخواید اینو برید خودتون تولید کنید خط تولیدش رو بندازید طرف اصلا من خدا اینو دارش من به خاطر کپی رایت توی این ویدیو قرار نمیدم تو راحت سرچ کردنش خودتون میتونید پیدا بکنید خیلی بلا ساختمان ساده ای داره اجزای متحرک نداره و هزینه نگهداری یه ایبی که میتونه داشته باشه اینه که اگه خب اینا بالاخره تو محیط قرار داده میشه دیگه اگه زمستون باشه این هوایی که این اطراف هست خب آب خودش ممکنه نزدیک صفر باشه 5 -6 درجه دمای آبی باشه که میاد توش هوا هم که سرده این بزنه یخ بزنه چون اگه یخ بزنم آب خب منبسط میشه میزنه تمام میشکونه اینا نیازمند تعویض خواهد بود ولی چون نقاط دور دسته از این جهت یه ممکنه بالاخره تعویضش سخته دیگه بازدیدهای دوره‌ای انجام دادن یه مقدار دشوار این عیبش این هست. ولی راندمان در مورد راندمانش صحبت کنیم حالا قبل از اینکه به خودش برسیم من کانسپت کاریش هم به شما بگم و بعد در مورد اصول عمل کرده صحبت خواهم کرد و در مورد این توربین در مورد این نوع, می در مورد این نوع پوم ها دو جور راندمان تعریف میشه یکی راندمانی که شما میشناسید و یکی هم راندی اون درصدی از انرژی که تبدیل میشه و یکی هم راندمان حجمی خب ممکنه شما بگید من وقتی آب پر سرعتی دارم این رو من بخوام از یه ارتفاع مثلا فرض کنید سمتری آب خب اومده به سمت پایین یه سرعتی پیدا کرده با یه دبی و اومده وارد این که ورودی هم اینجا هست وارد این هایدرام من شده خروجی که از اینجا میره آبو میفرسته به چه ارتفاعی اگه قراره بفرسته به همون سمتر خب این که اصلا معنی نداره خب اصلا آب تو همون سمتر بود دیگه باید اصولا به ارتفاعات بیشتری بفرسته یعنی باید بفرسته به 6 متر برای مثال دو برابر اون قبلی پس سیالی که داره خارج میشه از این پمپ باید هد دو برابر داشته باشه برای مثال دارم عرض میکنم از دو برابر ها خب حالا پس شما میگید این هد اضافه از کجا اومده من میگم از دبی جبران میشه طبق رابطه گاما کیو اچ که شما بلد هستید خب توان یه مقدار مشخصی اگه فرض کنم هیچ تلفاتی نداری فعلا در مورد اون تلفاتی که گفتم تلفات انرژی هست صحبت نمیکنم در مورد راندمان حجمی دارم صحبت میکنم و حاصل ضرب به کیو درش ثابته پس من اگه بتوانم یه مقداری از دبی رو کمش کنم میتوانم دبی کمتر رو به هد بیشتر به یک جایی بفرستم هد بیشتر یعنی ارتفاع بیشتر یعنی میتونه تو نقطه دور دستری بره میتونه تا ارتفاعات بالاتری بره پس حاصل ضرب Q در چه اگه ثابت بگیرید اگر طبق مثالی که من گفتم آب از ارتفاع 3 متری بیاد به ارتفاع 6 متری بره پس دبی آب نصف میشه به عبارت دیگر شما می توانید در مثالی که من گفتم نصف دبی مد نظر رو دبی ورودی رو به ارتفاعی دو برابر بفرستید این کانسپت اصلی این همین دویی که من گفتم حالا یک دومی که در من گفتم بهش میگن راندمان حجمی حالا من اینجا نمیدونم چی نوشتم یک پنجم کار نوشتم حالا مهم نیست ولی نکته بعدی اینه که بالاخره این فرایند تلفات داره دیگه این فرایند تبدیل ام ضربه قوچی که در داخلش ایجاد مکانیزم عمل کرده شو در ادامه خواهم گفت تلفات داره اینجا بالاخره زانویی وجود داره بره بیاد خود اینها کجا دیده میشه پاسخ اینه که اگر شما قرار هستش که سه متر آبو بکنید 6 متر باید دبیتون نصف بشه ولی نصف نمیشه بلکه کمتر از اون نصف میشه مثلا هفتاد درصد اون نصف میشه شما انتظار دارید اگه دو واحد آب دبی آب ورودی بوده چون ارتفاع هد شما دو برابر شده این بشه یه واحد ولی یه واحد نمیشه میشه هفت دهم واحد این راندمان به خاطر تلفاتی که معمولا یه عددی بین 60 درصد حتی هشتاد درصد حالا هفتاد درصد اگه وسطش رو بخوایم بگیریم معمولا این چیز هست یعنی اگه شما آب ورودیتون هدش ده متر برای مثال جایی که میخواید بفرستید یا تلفات هدلاس مسیر همه اون چیزی که تو مدار ثانویه دارید اون تو خط رانش دارید اون 20 متر در آن صورت شما انتظار دارید که نصف دبی آبی که توی رودخونه میاد برسه اونجا ولی خب اگه راندمان هفته هم هفته همه نصفش میرسه این مفهوم راندمان بود و اصلا به لحاظ مفهومی شما بفهمید که چجوری این داره پمپ داره چیکار میکنه حالا که چطوری این کار میکنه را در ادامه صحبت خواهیم خب که این پمپ داره اگه ببینید خیلی شبیه یک سیکل است مثل سیکل های ترمودینامیکی که شما داشتید یک فرآیندی هی تکرار میشه نمای بیرونی رو اگه نگاه کنید یه مخزن داره اینجا شما مخزن میبینید یه سری لوله میبینید و یه سوراخی میبینید که آب به شکل متناوب ازش میپره بیرون یعنی آب میپره بیرون بعد نمیپره بیرون دوباره دو ثانیه دو ثانیه میپره بیرون دو ثانیه نمیپره یه ولو اینجا هست شیری هست که بهش میگن ویست ولو شیر تخلیه یعنی آبیه که ویست میشه دیگه ببین همون نکته است که عرض کردم گفتم شما یه مقدار دبی رو تلف میکنید برای اینکه آبو بتونید تا ارتفاع بالاتر بفرستید این دبی که از اینجا وارد میشه نصفش از اینجا خارج میشه و اون نصف مگه با اون داستانی که در مثالی که عرض کردم یا بهتر بگم 70 درصد نصفش از اینجا میره و ما از طریق این ویست ول ویست میشه تلف میشه میره بیرون چیزی که شما در نمای بیرون تو این پمپ میبینید یه آب ورودیه که مثلا یه رودخونه اینجا هست این لوله رو برداشتن گذاشتن تو مسیر رودخونه آب رودخونه با یه سرعتی میاد توش اینجا خیلی به شکل تناوبی همینجوری آب میپره بیرون شیره باز میشه بسته میشه باز میشه بسته میشه و از این ورم این خط رانش شما وصل شده به یک مثلا مزرعه ای اونجا داره آب خالی میشه همینجوری آب داره خب چطور شد آخه آب رودخونه از اینجا اومد اونورم که داره همینجوری یه چیز یه چیز گنده ای هم اینجا یه مخزنی هست اونور داره آب داره تخلیه میشه در مورد این میخوایم این یه سیکل همونجوری که میبینید به شکل متناوب اتفاق میفته من اینو از یه جایی باید وارد این سیکل بشم فعلا فرض کنیم که این اینجا اجزا به شما بگم بعد در مورد مکانیزم این خط مکش یا درایو لاین خط مکش یعنی اونجایی که آب مکیده میشه به داخل ولی اینجا مکش نیست بیشتر محرکه یعنی این آبی که داره وارد میشه به عنوان محرک عمل میکنه به خاطر من اینجا نوشتم درایو لاین حالا لائن خط مکش هم میتونید بهش بگید شبیه موتور الکتریکی الان کاری که یعنی اون انرژی آب ورودی داره به این ماشین وارد میشه از اون ور حالا با دبی کمتر واحد بیشتر خارج میشه این میاد اینجا میخوره به یک شیری که یا فنر داره اینجا میتونه اینجا بسته باشه فنر به یه جای متصل بشه و فنر داشته باشه میتونه فنر نداشته باشه یه وزنه اینجا باشه که هر این به قول معروف این وزنه عمل کنه یا این فنر نیرو اعمال کنه این میاد پایین این تهشیره دیگه این مسیر باز میشه آب از اینجا تخلیه میشه به بیرون هدر میشه اصطلاحاً <تصفح> ولی اگر این فنر شما متراکم بشه در آن صورت حالا چطوری متراکم بشه رو خواهم گفت در آن صورت این زائده که اینجا است میاد بالا مسیر خروج رو میبنده و آب دیگه اینجا نمیتونه تخلیه بشه به این فرند سیکلیک داری. به شکل متناوب که باز میشه اون فنر به دوباره برمیگرده بسته میشه الاخ و یه قسمت دیگه میاد اینجا یک شیرگه طرفه داریم با توجه به این مانعی که من اینجا قرار دادم جریان در سمت چپ به سمت راست امکان عبور نداره بلکه جریان از سمت راست به سمت چپ عبور میکنه که در این قسمت که بهش میگیم خط رانش یا دیسچارج لاین یا دلیوری لاین اینا رو همه رو من تو تعریف کردم تو قسمت های قبل تور و ماشین جایی که خ... سیال به داخلش رانده میشه یا تحویل داده میشه به اون جایی که قرار ازش استفاده بشه که یه مخزنی وجود داره که بهش میگن حالا مخزن سرچ بهش میگیم یه هوایی اینجا هست که خلاصه میاد و امواج ضربه قوش میان اینجا دم میشه من تو ویدیو مربوط به ضربه به در مورد این صحبت کردم که از جلوی اثرات مخرب امواج ضربه رو میگیره این ساختار کلیش هست ببینیم داستان حالا این سیکلی که گفتم چگونه کار میکنه یه یک پمپ دیگری هم داریم به نام پالسر پمپ اگه خواستید من اینجا نوشتم یه مقدار عمل کرده این پمپ رمپوم شبیه اونه ولی خب اون مثلا هوا رو میفرسته و آب میاد مثل همین که آب از اینجا میاد و آب میره اونجا آب میاد هوا پمپ میشه حالا اونو خواستید خودتون دیگه مطلب را شاید یه ویدیو دیگه ای اگه خیلی چون شبیه هم به هم فکر میکنم این ویدیو رو ببینید مطمئن خودتون متوجه خواهی شد که اون عمل کردش چی خب یه شیری طرفه دارم پشتش یه آبی هست که این آب بالاخره ستون آبی است مثلا ده متر آبه برای مثال و فشاری که این آب داره باعث شده که این شیر یه طرفه بسته باشد پس بس این الان موقعیتی که الان من درش هستم یک شیر طرفه بسته است و یه خط مکشی از اینجا داره میاد و از اینجا آب داره تخلیه میشه به بیرون این نقطه ای آغازی ما هست حالا وقتی که سیال از اینجا سرعتش افزایش پیدا میکنه دبی آب اینجا زیاد میشه سرعت انرژی جنبشی آب ورودی بیشتر میشه سیال میاد از لابلای این درزی که اینجا وجود داره حرکت میکنه و به سمت بیرون من حالا اگه بخوام یه فلش بزنم به این شکل به سمت بیرون تخلیه میشه وقتی سیال میاد از این اطراف حرکت کنه به خاطر نیروی درگی که به این جسم در مسیر خودش وارد میکنه این جسم رو هم همراه خودش به سمت بالا هدایت میکنه و این فنه رو متراکم میکنه یا این وزنه رو به سمت بالا حرکت میده و به بارد دیگه این کفش میاد بالا و میچسبه به اینجا و مسیر بسته میشه چرا بسته میشه به خاطر اینکه جریان داره میاد از اطراف این زائده حرکت میکنه و به خاطر نیروی درگی که وارد میکنه اینو با همراه با خودش میکشه بال مثل اینکه دستتون شما از پنجره ببرید بیرون پنجره ماشین خب دست شما هم همراه با باد کشیده میشه دیگه نه اینجوری سیالی با سرعت داره میاد اینو میکشه میبنده اینو خب وقتی بسته بشه اینجا دیگه چیزی بیرون نمیریزه یه جا سیال پرسرعتی دارم که انتهای مسیرش بسته است خب اینجا هست که پدیده ضربه قوچ آغاز میشه پس مبنای عمل کرد رمپوم ضربه قوچه و وقت مثلا مکانیزم عمل کرده ضربه قوچ این هستش که جریانی پا انرژی جنبشی میاد میخوره می به میخوره تو دیوار و بعد اون انرژی جنبشی تبدیل میشه به امواج فشاری و در داخل سیال منتشر میشه و فشار سیال افزایش میده همین دو جمله که من به شما عرض کردم نزدیک فکر کنم یک ساعت توضیح نیاز داره که همین متوجه بشی چه جوری این کارو میکنه من در ویدیوی قبلی مبسوط راجع به این صحبت کردم یه یعنی مقدارم باید با دقت نگاه کنیم ویدیو رو یکم مکانیزمش سخته درکش ولی من اینجا با اون کار ندارم چیزی که ما متوجه میشیم اینجا این هستش که یک انرژی جنبشی میاد اینو به سمت بالا هل میده و ببینید چقدر خلاقانه بوده طراح یک چنین سیستمی و مسیر رو میبنده چون مسیر بسته شده این انرژی جنبشی که اینجا بوده تبدیل میشه به امواج فشاری و در داخل این خط لوله منتشر میشه پس فشار سیال به همین شکل افزایش پیدا میکنه و به حدی افزایش پیدا میکنه که از فشار این آبی که پشتش هست بیشتر میشه و فشاری که این پشت ایجاد میشه این دریچه رو بازش میکنه و جریان سیال در اینجا ایجاد خواهد شد و به سمت خروجی هدایت خواهد شد این خیلی ساده اگر هم بخوام به شما بگم این قسمت ابتداییش بود حالا فرق داستان ادامه سیکل ما این ادامه این چرخه که گفتم این گونه است که خب قرار ما بر این شد که هدی که این خروجی داره بیشتر باشه دیگه منطقا یعنی مثلا اگه آب از ارتفاع دو متری میاد این تا ارتفاع چهار متری بره پس الان که آب این به خاطر امواج ضرب قوچ فشارش زیاد شد و این دریچه رو باز کرد و در این مسیر تا ارتفاع مثلا ده متری رفت بالا اینجا پنج متر بود این تا ارتفاع ده متری رفت بالا تا این و به یکی به این دلیل یکی هم به خاطر برگشت امواج ضربه قوچی که رفتن و به سطح آزاد آبی که بوده برخورد کردن و منعکس شدن و دو مسیر از نوع مکشی دارن برمیگردن میگردن یا باشه میگفتیم امواج از نوع فشاری میرن فشار زیاد میکنن وقتی به سطح آزاد خوردن برگشتن از نوع ساکشن برمیگردن یا از نوع فشار کم برمیگردن این فشار کم وقتی میرسه به اینجا اینو مکش میکنه به سمت پایین شیر رو دوباره باز میکنه یا به عبارت دیگه به خاطر اینکه اینجا ارتفاع ستون ها بزرگ میشه میزنه این شیر رو میبنده و شیریه طرفه شما بسته میشه و رسیدیم دوباره به نقطه اول سیکل جایی که این بسته بود و اینم باز بود حالا دوباره ادامه پیدا میکنه جریانی که از اینجا میاد اینو همراه با خودش میکشه بالا این قسمت رو میبنده چون بسته شده ضربه قوچ ایجاد میشه در این نقطه و امواج ضربه قوچ انرژی جنبشی ورودی رو تبدیل میکنه به انرژی فشاری سیال پرفشار در داخل لولا حرکت میکنه دریچه رو باز میکنه در داخل خط رانش منتشر میشه میره حالا تا دو برابر ارتفاع ورودی هر چقدر هست منتشر میشه و بعد به خاطر اینکه یک ارتفاع سیال خیلی زیادی داریم و به خاطر برگشت امواج ضربه قوش دریچه بسته میشه و اینم مکیده میشه به سمت پایین و دوباره پروسه ادامه پیدا میکنه این خیلی ساده به بیان ساده مکانیزم عمل کرده یک پمپ رم هست یا پمپ ضربه غوش حالا هر چی اسمشو نکته بعدی این مخزن هوا هست که اینجا قرار داده شده الان مخزن هوا رو اینجا نوشتم وظیفه اون مخزن هوا این هستش که اولا تا حد ممکن جریان رو دائمی بکنه و این رفتار سیکلیکی که در جریان وجود داره و به صورت یک سیکل هست در خروجی شما تا حد ممکن جریان دائمی تر داشته باشید و به واسطه اون امواج ضربه قوچی که میرن و بر میگردن و خب من در این مورد خیلی صحبت کردم خیلی شک وارد میکنم به سیستم این امواج وقتی وارد این مخزن میشن دمپ میشن و از بین میرن و تا حدی جلوی این از رفتار مزره یا شکواره شکه کننده امواج ضربه قوچ رو این مخزن میگیره کانسپت شبیه به اکسپنشن تنکیست که من توی ویدیوی قبل راجع به صحبت کردم همون مخزن سرچ تانک میگفتیم پرشر تنک بهش میگفتیم امواجی که میان وارد این میشن و دمپ میشن و دیگه اثرات مخرب خودش ادامه پیدا نمیکنه چون این امواج بی‌نهایت بار میرن و میان و اینجوری دیگه رفت آمد میکنن من در مورد این کاملا صحبت کردم که حتی چقدر طول میکشه بیا حتی مقدارش رو حساب کردیم مثال حل کردم ازش ولی یه بار وقتی رفت برگرد که دمپ میشه و از بین میره و به خاطر همین قضیه راندمان رو هم افزایش میده چون وقتی این امواج به صورت شکوار باشن باعث تلفات میشن و این میدل امواج رو در حقیقت و اجازه نمیده که این داستان در حقیقت تلفات بیشتری ایجاد بکنه به خاطر هم راندمان رو زیاد میکنه هم جریان دائمی ایجاد میکنه و همین و البته نکته بعدی این هستش که خود همین مخزن طراحیش یه مقدار داستان داره و اصولا اگر این مقصد نباشه این امواج ضربه گوش باعث میشن که تنشی که در داخل دیواره ها ایجاد میشه خیلی زیاد باشه البته جنس دیواره هایی که توی همین پمپ استفاده میشه من گفتم باید جاذب امواج فشاری باشه و تا حدی بتونه خیلی الاستیک باشه و بتونه دمپ بکنه این اختشاش ولی خب اگه خیلی صلب باشه و اینا بشکنه بلا فاصله خب این اصلا مطلوب بخاطر هم جنسش هم مثلا پی استفاده میشه ولی از یه طرف دیگه ارزم بزرگ شما که خیلی اگه هوایی که اونجا هست به مرور زمان کاهش پیدا بکنه و اون مخزنی که اینجا هست بعد هوا حتما باشه اینجا دی حالا که از یه دیافراگ می استفاده میشه مثل اکسپنشن تنگ ها ولی اگه هوایی که اینجا هست به تدریج از بین بره خب سیستم شما دو دوچار همون اتفاقاتی میشه که انگار این مخزن وجود نداره و خب دیوارها دوچار تمرکز تنش میشن میشکنن راندمان کاهش پیدا میکنه به همین ولی وجود همین مخزن باعث میشه که طراحی خط رانش حساسیت کمتری داشته باشه ولی چون در خط مکش یا درای خط محرک اینجور بگیم به این بهتره اینجا ما چنین مخزنی نداریم طراحی این قسمت به لحاظ هیدرولیکی یه مقدار چالش بیشتری داره و باید دقت بیشتری روش انجام بشه ولی باید نکته ای که هست اینه که باید همیشه هوا و اندازه کافی اینجا وجود داشته باشه که همونجوری که عرض اتفاق حالا خود این داستان داره که چطوری ما میتونیم آیا اصلا روشهایی داریم که طول اون داشته باشن آیا بازیت های دوره ای باید انجام بدیم ولی برای این مخزنی که وجود داره واجب نیست وجودش اونجا ولی اگر نباشه طول عمر سیستم رو شدیدن کاهش میده و راندمان رو هم افت میده و خاطر همین چیزی که شاید تو این سیستم باید تو بازیت های دوره بهش توجه بشه ای که همین هواییس که اینجا وجود داره و دوم من گرفتگی سیستم هست این شیریه طرف رسوب مثلا بگیره اگه رسوب بگیره اینجا اشغال ای چیزی اینجا قرار بگیره ای شیر یه طرفه ای شما وقتی بسته میشه یه دریچه چک ولو به این دیگه اینجا یا وان وی دیگه کامل بسته نمیشه بعد خیلی چیز ساده است و همین ساده دیگه آشغال بره رسوب بگیره با گذشت زمان این دیگه کامل بسته نمیشه یا این فرق نمیکنه اگه اینجا رسوب بگیره وقتی این میخواد بیاد بالا یه وری میشه یه طرف باز میشه یه طرف بسته میشه سیال نشت میکنه از این ور به سمت بیرون عملکرد سیستم خلاصه دچار اختلال خواهد